سلام بر همه دوستان عزیزم، به سلام گرم بر تمام همیهنان عزیزم، به سلام گرمم بر تمام مادران غم دیده. من امروز دو سه تلفن مهم می داشتم از ایران، از مادران، مادرانی که به امیدی فرزندی بزرگ کردن، به امیدی که زندگیشون رونق داشته باشه و گول این جمهوری اسلامی خامنه‌ای توده‌ای رو خوردن و همه رو فرستادن در بیروت و فلسطین و همه از دنیا رفتن، حتی جنازه اینا را به مادرشون خانوادهش تحویل ندادن. این مادر زار زار گریه میکرد، آقای قربانی میگدن جانم پرو خدا بگو ما مادرانی که آرزو داشتیم فرزندمون برگرده تو خونه، دیگه تو خونه نمیاد. ما آرزو داشتیم عروسی بگیریم، دامادیشو جشن بگیریم، دیگه بر نمیگرده. واقعا اشک‌آور بود، غم‌انگیز بود و واقعا این سه چهار نفری که هم مادرها زنگ زدن اصلا اعصاب من خورد شد. گفتم من یه ایرونی هم، نوکرتونم، ولی چش حتمی میگم، ولی ای ملت، ای دنیا، بدونین که اینا اگر میرن رو هوا دنیا داره جشن میگیره. اینا جز آدم کشی، دزدان آدم کشی بیشتر نیست تا سر گردنه واسه ده عمل بکش. پول یه ملت بیگناه رو بچاپن. انا فرحان اليوم بمقتل حسن نصر الله، لانه حسن نصر الله هو من الاسباب الرئيسي في تهجيري انا وتهجير اغلب هذول الناس اللي فرحانين. حسن نصر الله زعيم حزب كان له الباع الطويل في تهجير أهل سوريا، أهل الوسط السوري، حمص، دمشق، قلمون. حسن نصر الله هو زعيم حزب كان من المفروض لتحرير الأراضي الفلسطينية، لكن للأسف بعد الثورة السورية تبين أنه هو عبارة عن أداة لتهجير السوريين من أرضهم بمساندة إيرانية ومساندة الروس ومساندة ميليشيا بشار الأسد. اما خدا اون بالاست، ایک خانه ای، ایک خانوادت مشتبا ایشالله تیکه تیکه بشین هرچه زودتر و این ننگ کشتار رو امیان ما بردارین و جوون جوون امیدهای خانواده رو ابین نبرین. توفتون شرابتون، توتون دین عربیتون و کسافتتون که شما چنین برنامه، ایشالله دنیا بفهمه که شماها گفت تبریزی که هیچی، گوش چرخ گردش هم نشین. برای همین هم امروز کروات شاد زدم به مادران، میگم مادر، ای مادر، مادر مام وقتی ما عبتن رفت مادیم بیرون، مادر ما گریه کرده از دنیا رفت، چون میدرست دیگه ما رو نمیبینه. هممون مادرهای عزیزی داشتیم، شما هم خیلی عزیزین، ولی چه کنیم گرفتار چنین اجنبی ها قرار گرفتیم.
و واقعا سخت ناراحتم این مسئله، ولی بدونین افراد ایمانند آقای مهندس شکیب، برین یوتیوب به نام خسرو شکیب رو گوش کنین، آینده رو شهر میده. و من به این مرد ایمان دارم که حرفاش راست داره میزنه و برای روشنایی شما ملت داره میگه. ما همه داریم زحمت میکشیم ملت روشن بشه، غیر از این نیست. دولت ایران به خاطر به درک واصل شدن هنیه میاد سه روز عزای عمومی اعلام میکنه، اما 52 نفر از عزیزان هم میهنان ما کشته میشن. کسایی که برای یک لقمه نون 24 ساعته زحمت کشیدن، جون میکندن، کشته میشن. این الاغ‌ها گوهی نمیخورند. برای مردم لبنان و سوریه این کثافت ها که کشته میشن میرن و میان و پول میریزن، ولی یک کس نرفت اینها رو بررسی کنه، هیچ کس نرفت به خانواده های اینها تسلیت بگه. هیچ. باید روشن شید ملت، اینها دزدان آدم کشهایی هستن که ریختن تو مملکت ما و این باید دست خودتون انجام بشه. از این طرف داریم میبینیم شاهزاده ما قدم های خودش داره برمیداره، 10 بار گفتم. و واقعا امیدی که داریم همین شاهزاده است که بتونه قدمهاشو محکمتر برداره و پرنسس یاسمین اون خلی حرفا در میونه. و واقعا ناراحتم از این مسئله که اصلا نمیدونم چی بگم. اینا کجا بودن؟ چجوری به وجود اومدن؟ و چنین منطقه رو به آتش خون کشیدن و پولای مملکت ما رو به فنا دادن و رب کشور عراق ساخته شد، سوریه ساخته شد، لبنان که داغون شد. خدا رحم کرد به لبنانی ها که این رفت. در هر صورت زندگی قشنگیست. من امروز از شهره عزیز مسیج های مختلف داشتم، بهم میگفت من هیچ موقع نگفتم شما برای ما کاری نگه، شما همه کار برای ما کردین. و من همه جا گفتم اینو میدونم، حتی در افتتاحیه کلوب آقای محسود جمالی و اینا حتی گفتی آقای محسود جمالی هیچ کس معمول قربانی نمیشه. این حرفات به گوشم رسیده و ازت تشکر میکنم. بدون منم از افرادی که دارن بر علیه ما صحبت میکنن و خودت یکی شاهدی که چه محبتهایی من به لیلا کردم و چه کارهایی براش کردم. و بیا چه گونه صحبت کنه درباره من، شما بودین ناراحت بودین و ناراحت می شدین، ولی من به عشق موزیک مملکتم که میخوام فعالیت های بزرگی رو انجام بدم و مطمئنم که میتونم به تمام هنرمندان کلان مانند خودت
اکتیو هستین. دوست دارم نرو، دوست دارم بفرم. و سوپر استار هستین، کمک های فراوانی کنیم به خاطر که در تکنولوژی انجیگر بالاست و این شویی که داریم میذاریم در سطح بالاست و هر کدومتون میتونیم سود ببریم. فقط کنسرت نیست، مهمونی نیست، کارهای دیگه است. انشالله سپتامبر که برگشتی دلم میخواد خودتو ببینم اون نود و اون خودش یه لذت قشنگیه. ولی از این طرف هم ما فعالیت‌های خودمونو داریم در سراسر دنیا شروع میکنیم. در 15-16 اکتبر اعلام خواهیم کرد استادش چه روزی میخوره که افتخاری برای همه هنرمندان ایرانی، چه در خاکم چه اونها در برون مرزی هستن. و سعی میکنیم از نیروی جوان و نیروی قدیمی استفاده کنیم، چون همه اینا زحمت کشیدن، خاک خون خوردن. باری دلم خیلی گرفته امروز به خاطر تلفن‌های مادرای مختلف. من نمیدونم خانواده خامنه‌ای چطوری زندگی کنه. خدا اون بالاست و فکر نکنم اینا تیکای گوششونم ببینن. اینو مطمئن بدونیم نوبت خانواده خامنه‌ای خائن، آدمکش، دوز، هم دوز دقا آدمکش سرگردانه بیشتر نیستن. قانون دنیا و دیگه اجازه نمیده. جاوید باد شاهزاده پهلویمون و پرنسس یاسمینمون. زنده باد پرچم شیر خورشید من، ایران من.